حتما خبر دارید که روزانه هزاران نفر از گوشه و کنار میهن عزیز ما به جمکران میرن برای اینکه سری بزنن به امام زمانی که به قول اونها ته چاه و پولی بدن یا درخواستی داشته باشن، اما مثل اینکه همشون دارن اشتباه میکنن. من برخورد کردم با صحبت‌های یکی از بزرگان مذهب که راجع به امام زمان صحبت می‌کرد و ایشان معتقده که در زمان پادشاه ایران امام زمان در تهران ازدواج کرده با یک دختر تهرانی و این دختر تهرانی که با امام زمان ازدواج کرده اصلا به مدرسه نرفته، چون زمان شاه نباید به مدرسه میرفته، با سواد میشده. نمیدونم، به هر حال خیلی دختر پاک و سربزیر و نجیبی بوده که زن امام زمان شده. البته شاید باورتون نشه، اما بعضی ها وقتی که با لباس روحانیت برای ما صحبت میکنن باید باورمون بشه، به ویژه در مورد بزرگان مذهبشون. جالبه، نگاه کنید. ببین برادر بزرگوارم، این رو بارها سوال کردن، هم ما جواب دادیم، هم حضرت آیت الله طبسی در برنامه به سوی ظهور جواب دادن. این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا زن بچه دارد یا ندارد، نه جزء اصول دین نه جزء فروع دین است. در بعضی از روایات داریم بر این که حضرت زن بچه دارند، اولادی دارند، ولی اولادشون ایشون رو به اون شکل نمیشناسن و نمیدانن که مثلا این پدر اونها حجت الهی هست. چه بسا زن همسران حضرت ولیعصر هم نشناسن. در بعضی از روایت هم داریم که نه، البته بنده خودم عقیده شخصیم با توجه به خلاصه برنامه هایی که از بعضی از اولیاء خدا شخصا شنیده ام، بر این عقیده هستم حضرت ولیعصر ارواح نافدا به سنت جد بزرگوارشون ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عمل میکنن. و افرادی، یکی از اساتید بزرگوار من، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا درجاتشون رو بیشتر کنه، جناب آقای گل محمدی نقل میکرد از یکی از اولیای الهی که حضرت رو میدید میشناخت، بعد میبینه که یکی از چند روزی این حضرت ولیعصر ارواح نافدا میاد در داخل کوچه زمان شاه تو تهران، برای شما عرض کنم، میره میاد، یه مقداری براش مسئله بوده کجا میره. خلاصه بعد متوجه میشه مثلا پلاک فرض بفرمایید 154، بس بعد به خانوادهش اینا میگه مداری با اینا رفت آمد داشته باشید، ببینیم که ایشون که داره میره اونجا چه ارتباطی دارد. این رو من با یک واسطه دارم عرض میکنم، برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها. بعد ایشون میگفت خانومش رفت آمد میکنن، خلاصه یه مقداری میبینه که این پدر صاحب خونه همون از اهل مسجد میاد میرد اینها. بعد خلاصه خانومش میره سوال میکنه که این آقایی که میاد اینجا میره کی هست؟ میگه این داماد ما هست. میگه اسمش چیه؟ میگه اسمش سید مهدیه. گفت چطور آدم؟ گفت خیلی آدم خوبیه، به قدری آدم خوبی. شروع میکنه تعریف تمجید کردن اینها. بعد معلوم میشه اصلا پدر مادر هم ایشون رو نمیشناسن. بعد ایشون تعجب میکنه که در یه محیط تهران با اون وضع این دختر چه مرتبه ای از کمالات و تقوا داشت که لیاقت همسری آقا حضرت مهدی ارواح نافدا رو دارد. بعد یه مداری بررسی میکنه، میگن آقا این دختر خانمیشون از همون دورانی که خوب و بد رو تشخیص داده، اولا تهجد نماز شبش ترک نشده، یک نامحرم میشون رو ندیده، پیش پدرش هم قرآن و درس اینا رو هم خوانده، به مدرسه زمان شاه هم نرفته. خب اینها حجت های الهی هست بر این که برای ما کاملا روشن و واضح بشه، یعنی اینها بعید نیست. واقعا قوه قضاییه در ایران چه کار است؟ برخورد کردم با یک ویدیو که این حالوی عزیز ما آقای عالی پیام در مورد قوه قضاییه صحبت میکنه و صحبت‌های آقای روحانی که
ایشان الان مثل اینکه با قوه قضاییه، با رهبری و با بسیاری از بزرگان جمهوری اسلامی، با کسانی که قدرت دارن، در حال جنگ، نمیدونم جنگ زرگریه یا جنگ واقعا جدیه. به هر حال این حالوی عزیز ما در این باره صحبت کرده. جالبه، نگاه بکنیم. من میفهمم رفتن تو دستگاه قضا فداکاری میخواد، آدم باید تحمل کنه و حوصله کنه. من چند بار به قوه قضاییه دعوت شدم و حالا بگم این تعبیر تعبیر قشنگی نیست و ترسیدم برم تو قوه قضاییه. اشتباه که آقای روحانی فرماشات خیلی قشنگی کردن به رئیس قوه قضاییه، ولی من موندم آیا آقای روحانی اینا رو تازه فهمیدن یا از قبل میدونستن؟ اگه تازه فهمیدن که خب ایشون سالها شورای امنیت ملی بودن، چطور میشه توی همچین پستی نفهم قوه قضاییه چه خبره؟ پس میدونستن و چرا نمیگفتن؟ حسابی تاخت به رئیس قوه قضاییه، قانون را بهش بدن. اگر که میدونستن و نمیگفتن، خب این که خیلی بد. حالا اینکه دعوا شده بود جناهبندی و پش و پشکاری و بره بستون، حال داری میگیم اینم بده. من میخوام اینو بپرسم از آقای روحانی. آقای روحانی، این حرفا که شما زدید چیز جدیدی نیست. خیلی به خاطر این حرفا تو زندانن. همین حرفایی که شما زدید رو زدن و الان تو زندانن. خب یا باید شما رو بگیرن یا باید اونا رو آزاد کنن. غیر از اینه ما الان توی زندان ایشون فرمودن که 24 ساعت بیشتری آدمی رو نمیشه بلا تکلیف تو زندان نگه داشت. آقای دکتر تو رجای شهر که من بودم آدمی بود که 13 سال بلا تکلیف بود و هنوز حکمی صادر نشده. سال 94 هنوز من ازش خبر ندارم. اگه هنوز بلا تکلیف باشه تو زندان شده 15 سال. بسیاری از آدمایی که اونجا حکم قتل برشون صادر شده بود، حکمشون قانونا و شرعا قتل نیست، غیر عمد، شبه عمد، همه رو از دم میدادن عمد. و من اونجا به چشم دیدم که قاتل حرفه‌ای بالایی‌دار نمیره، چون قاتل حرفه‌ای بیرون باند داره، میرن طرف رو یا با پول یا با زور مجبور میکنن به رضایت. من مورد اونجا داشتیم که خانواده مقتول رو 6 صبح جلوی در زندان دزدیدن بردن، بودن یا رضایت میدی یا شما رو میکشی. قاتل حرفه‌ای کشته نمیشه، اعدام نمیشه. بعد بخوی چاره مسافر کشی دعوا شده با یکی هلش داده و سرش خورده به کاپوت، قتل هم. دو تا کارگر تو مغازه شوخی میکردن با هم، اون سیخ کباب خورده چکم و قتل هم. اون با اون دست ببین، به خاطر اینکه اگر قتل غیر عمد و شبه عمد باشه، من شنیدم که اگر طرف دیه نداشته باشه بده، دولت باید بده، یعنی از بودجه بیت‌المال مال باید بدن. برای اینکه ندن میزنم قتل عمد. پیدا من آدم اونجا داشتم که 8 سال بود تو زندان بود، قاتل اصلی پیدا شده بود، 3 بارم اعتراف کرده بود، این تو زندان بود و آزاد بود با سند. من گفتم خب تو رو چرا برد نمی کنن؟ گفت شاکی، خانواده شاکی. گفتن ما از این شاکی. میگه من تو کارت ادارم، تمام کارت زدم، دوربین های اداره، همچی مشخصی که من موقع تو اداره بودم زمان قبل. گفتن این پول داره؟ اونا ندارن. خیلی چیزهایی رو که من توی زندان رو دیدم. بخوام بگم مثنوی 70 من کاغذ میشه آقای روحانی، اگر میخوای رسیدگی کنی یه آدم بفرستید بیرون. این آقای علم الخدا، مرد شماره 1 مشهد، دیدم که نطق کرده و عصبانیه از اینکه تعداد زیادی از ایرانیان به مشهد میان برای خوشگذرانی. ایشون میگه میان یه نیم ساعتی زیارت و بعدش میرن دنبال خوشگذرانی. مثل اینکه ایشون نمیدونه که در مشهد بزرگترین جاییست که سیقه انجام میشه. همه جور سیقه دارن. برای همین هم از که از کشورهای عربی همه میان به مشهد و اینا، فکر میکنن برای زیارت امام رضا اومدن. نخیر،
برای صیغه آمدن. به هر حال آقای علم‌الهدی سخت عصبانیه، میگه اگر میخواهید برید خوش بگذرونید برید به شیراز، برید اصفهان، برید به شمال، مشهد نیایید. مشهد که میاین از همون اول وارد دروازه شهر میشین باید گریه کنین، زاری کنین، تو سرتون بزنین. نگاه کنید به حرفاش، جالبه. اینجا شهر گردشگری نیست که هی مرتب مراکز تفریحی درست کنن. شهر گردشگری نیست که مرکز عیاشی درست کنن. شهر گردشگری نیست که یه عده بخوان از اطراف و اکناف بیان نیم ساعت برن زیارت امام رضا، همه فسق و فجور و فسادشون رو برای شهر بیارن. رو توجه کنیم، اینجا شهر زیارت گردشگری نیست. بابا توی این مملکت اگر مسئله توریستی و گردشگری لازم است، شمال با این عظمت، این شیراز، این اصفهان، این شهرهای بزرگ، گردشگری اونجا پیاده کنید. چرا هر نوع سلیقه و فکر گردشگری و توریست پروری، اونم توریست عیاش خوشگذران فاسق و فاجر، در مغز یه آقای مدیر به وجود میاد توی مملکت و تو دولت، این رو میخواد بیاد تو مشهد شهر زیارت امام رضا پیاده کند؟ اینجا شهر زیارته، شهر گردشگری نیست. در همه دنیای شهر مقدس به عنوان شهر زیارت شرایط قداست خودش رو دارد و همه افراد و همه جریان ها هویت قداست اون شهر رو حفظ میکنن. مگر این تلویزیون همه شبکاش موسیقی نداره؟ چرا شبکه قرآن موسیقی نداره؟ خب میگن آقا کنار قرآن نمیشه تار زد، خلاف قداست قرآنه. کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن. اگر یه آدم میخواد در یه شهری زندگی کند، در عیاشیهاش آزاد باشد، در عملیات فرهنگیش آزاد باشد، در تفریح و خوشگذرانیش آزاد باشه، چرا یه شهر زیارتی رو انتخاب کرده؟ فقط برای که زوای شهر رو بچاپه و پول در بیاره همجا عیاشی کنه؟ برای اومد این شهر رو انتخاب کرده؟ خب برو جای دیگه زندگی کن. چرا اینجا تا دو فریاد رو میایی چونه زنی؟ هر روز یه کمپین را بندازن، هر روز یه دار دسته. بابا این کمپین ها و دار دست ها اردوکشی بر ضد امام رضاست، این مقابله با حرم امام هاشم علیه السلامه. حالا منتها ما بنده فکر کنم برای یه روز در یه جلسه به نام امام هاشم علیه السلام تکلیف این شهر با دوشن بشه. این شهر هویتش مال امام رضاست، هویتش هم زیارته. همه مدیران این شهر بدونن، همه طراحان و برنامه ریزان این شهر بدونن، همه ساکنان این شهر هم بدونن، این شهر اونقدر عاشق امام رضا دارد که نمیگذاره شما در برنامه ریزیهاتون یا در عیاشیهاتون دیشهر آزاد باشید.